به همگی شما عزیزان خوش. از شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران تورنتو تشکر میکنم که این فرصت رو به من داده که بتونم به مناسبت 8 مارس یک صحبت کوتاهی با شما داشته باشم. در روزهای بسیار بسیار خطیر و هیجان انگیزی زندگی میکنیم. فکر میکنم همه شما با من در این هم نظر باشید. الان 2 ماه یکمی بیشتر که جامعه ایران دچار یک تلاطم انقلابی شده، دچار یک شور انقلابی شده. مبارزات و اعتراضات مردم در گوشه و کنار جامعه آغاز شده و شعارهایی که داده میشه، نوع تحرک، میلیتانسی و رادیکالیزمی که این مبارزات نمایندگی میکنند، همه از یک دوره کاملا متفاوتی خبر میده. این بار شعارها بسیار صریح و روشن علیه رژیم اسلامی، علیه تمام بنیان و بنیاد این رژیمه. اعتراضات کارگری، اعتصابات کارگری و یک نکته بسیار بسیار جالب که به جمع امروز شما بسیار مربوط میشه و به این پیامی که من دارم، نقش جنبش آزادی زن تو این اعتراضات. زنان نه تنها تو کل این مبارزات کارگری، بازنشستگان، اعتراضات خیابانی، در جمهوری اسلامی نمیخوان، اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تمام ماجرا، در تمام این رویدادها نقش فعالی دارن، بلکه جنبش آزادی زن در این اعتراضات نقش کاملا برجسته ایفا میکنه. این ویژگی جامعه ایران و این جنبشی هست که الان داره میره رژیم جمهوری اسلامی رو به زیر بکشه. ما همیشه گفتیم که جنبش آزادی زن تو جامعه ایران یک نقش مهم و حیاتی داره، یک نقش مهمی در جنبش سرنگونی علیه رژیم اسلامی داره، یک نقش مهمی در جنبش انقلابی در جامعه ایران خواهد داشت. ما همواره اعلام کردیم که جنبش آزادی زن تو ایران نقشش فقط به جامعه ایران و تحولات تو جامعه ایران محدود نمیشه. تأثیرات این جنبش به ویژه وقتی که به پیروزی میرسه بر کل منطقه اسلام زده احساس خواهد شد. همین الان توی منطقه به جنبش آزادی زنان ایران نوع دیگه ای نگریسته میشه. همین چند وقت پیش بود که تو ترکیه با الهام از جنبشی که تو ایران جریان داره و حرکاتی که ما اخیراً شاهد بودیم که زنان بر سکوها رفتن و حجابشون رو بر چوب گرفتن، حرکت مشابهی در ترکیه انجام شده بود. و هر وقت میبینید که چقدر این دنیا و این منطقه به هم تنیده است و چقدر هر حرکت آزادی بخش میتونه تأثیراتش کیلومترها فراتر بره. به خصوص از اونجایی که جنبش آزادی زن آنتیتز جنبش اسلامی و رژیم اسلامی هست، ما این نقش رو، این تأثیر رو خیلی فراتر خواهیم دید در منطقه، به خاطر اینکه به علت شرایط ویژه این 2-3 دهه اخیر جنبش اسلامی در کل منطقه عروج کرده. اینجا نمیشه وارد شد ولی هممون میدونیم. با اون وقت جنبش آزادی زن به عنوان آنتیتز این جنبش اسلامی تو منطقه عمل خواهد کرد و اون روزی که جامعه ایران رژیم اسلامی رو دفع بکنه، به زیر بکشه و ما شاهد این باشیم که جنبش آزادی زن در مقابل این جنبش سرنگونی و انقلابی حرکت میکنه، ما بلافاصله تأثیر اون رو در خاورمیانه خواهیم دید. این تحرکاتی که زنان داشتن با شجاعت کامل قابل تحسینه. ولی ما به عنوان پیام 8 مارسمون خواستیم که این حرکت‌های فردی و قهرمانانه رو به یک حرکت‌های متشکل و جمعی تبدیل بشه.
جنبش آزادی زن یک جنبش جمعیه، یک جنبش متحده، یک جنبش متشکله و فقط به این شکل هست که میتونی به پیروزی دست پیدا کنه. در این حالی که حرکات دختران خیابان انقلاب نقش بسیار مهمی داشته، زمانی میتونه به پیروزی نزدیک بشه که بتونه از شکل فردی به شکل جمعی حرکت بکنه. خوشبختانه روز 8 مارس ما شاهد اقداماتی بودیم که کم و بیش متفاوت بود. درست قبل از اینکه این پیام رو ببندم فیلمی دیدم از 3 زن جوان توی مترو تو تهران بی حجاب سرود برابری رو میخوندن و خواهان برابری بودن و از تمام زنان توی مترو خواستن که با اونها کف بزنن، همه کف زدن و برای اونها آرزوی پیروزی کردن. این یک حرکت زیبایی بود که قلب انسان رو به درد می آورد. به عنوان کمونیست کارگری که الان 39 سال علیه رژیم اسلامی مبارزه کردم و همچنین به عنوان یک فعال جنبش آزادی زن که از همون روز اولی که زنان تو تهران اومدن تو خیابون علیه فرمان حجاب با اون مبارزه بودم، تو اون جریان بودم، تو تمام اون هفته که زنا توی تحصن کردن، تو زمین چمن اومدن، اعتراض کردن، فقط همون روز 17 اسفند یا 8 مارس نبود، یک هفته طول کشید، مذاکراتی که انجام شد، تو تمام اینها حضور داشتم. راستش فکر نمی کردم که 39 سال طول خواهد کشید، ولی الان که این صحنه ها رو می بینم، الان که این اعتراضات رو می بینم، الان که این شور انقلابی رو میبینم، این شعارهای صریح و روشن رو میشنوم، این رادیکالیسم و میلیتانیسم رو میبینم، قلبم به درد میاد، قلبم به هیجان میاد و بغض گلومو میگیره و به این امیدم که به زودی، که به زودی این رژیم رو به زیر بکشیم، به زودی آزادی و برابری رو و رفاه رو تو جامعه ایران بیاریم و به زودی جنبش آزادی زن بتونه آزادی خودش رو جشن بگیره، برابری رو جشن بگیره و بتونه پیام‌آور آزادی و برابری برای کل منطقه، کل منطقه اسلام زده باشه. این روز دور نخواهد بود، این روز دور نخواهد بود و ما و مایی که تمام طول عمر رژیم اسلامی علیهش جنگیدیم، علیهش مبارزه کردیم، برای سرنگونیش، برای یک دنیای بهتر، برای یک جامعه آزاد و برابر و برای آزادی زن میتونیم این امکان رو داریم که به زودی آزادی و برابری و رفاه رو تو جامعه ایران جشن بگیریم. میدونم که قلب‌های شما هم برای این روز میتپه. میدونم که شمایی که الان اونجا جمع هستید در فکر همین روزها دارید، به این روزها و این اعتراضات و این اعتصابات فکر میکنید، شمایی که در این حال همپا با مردم تو ایران در تورانتو علیه این رژیم مبارزه کردید، دستتون رو میفشارم، خسته نباشید، بیاییم با هم دست در دست هم برای سرنگونی انقلابی این رژیم، برای ساختن یک دنیای بهتر، یک جامعه آزاد و برابر و مرفه که آزادی زن و برابری زن و مرد رو بر سردر خودش نوشته، مبارزه کنیم، با هم باشیم. براتون جشن و مراسم بسیار خوبی رو آرزو میکنم. روز همگیتون خوش. زنده باد 8 مارس. زنده باد آزادی و برابری زن و مرد. ستم بر زن موقوف، مرگ بر جمهوری اسلامی.